رضا شاه که رفت ترکیه خیلی آتاتورک بهش احترام گذاشت، حتی یه جا دستور داد سربازا زانو بزنن. این خیلی درش اثر، یه هواپیما بهش تقدیم کرد. اومد، من میخوام بگم رضا شاه ساده بود. در این حال دارم میگم که اطرافیانش آدمای درستی نبودن. باید بهش تذکر بدم. یه آدمش من ممکنه خودم اشتباه کنم. باور کن چند روز پیش تو تلویزیون کلمه رو اشتباه گفتم. روز بعد عذرخواهی کردم. گفتم اینو من اشتباه این کلمه رو گفتم. بنابراین اطرافیان باید بهش میگفتن که آقا شما تسلیم نشید. قرارداد سعدآباد در سعدآباد امضا میشه 1916. ما میایم چیکار میکنیم برای خوشامد انگلستان؟ آرارات میدیم به کی؟ نگاه کنید ترکیه. اون قسمت قرمز رو میبینید؟ بله. آرارات نزدیک دریاچه عرض شود که ارومیه. آرارات رو ما همه رو میبخشیم به دولت ترکیه. چرا؟ 800 کیلومتر مربع. الان میخوان سربازای ما رو بزنن، مرزبانای ما رو بزنن، میرن تو اون ارتفاعات، اونایی که بسیار جزو مخالفان ایران در کردستان عراق هستن، میرن اونجا کمین میگیرن با تفنگ دوربیندار، سرباز 19 ساله داره میره میزنن میکشنش. سرباز در زمستان، توجه میکنین؟ این آرارات ما دادیم که کار بدی کردیم. همه میگفتن آقای محمد رضا خلیلی عراقی نویسنده بود، خدا بیامرزه، یک کتابی نوشته سفر به آذربایجان و کردستان 1927 نوشته. میگه چرا ما اینو دادیم؟ گفت خود ترک‌ها تعجب کردن آقا چرا آخی 800 کیلومتر مربع رو ما بخشیدیم.